درود مجدد دوستان. اعلام کنارگیری سومین مجری صدا و سیما در دو روز. فرهاد فخربخش، یکی از مجریان شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی، دیروز اعلام کرد بعد از 20 سال همکاری با صدا و سیما در سمت‌های گوناگون به دلیل اینکه مردم ایران این روزها حال خوبی ندارن، از ادامه همکاری با سازمان صدا و سیما کنارگیری کرده. آقای فخربخش در 4 سال گذشته مجری برنامه شما و سیما در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی بود. فرهاد فخربخش هستم، مجری حال حاضر برنامه شما و سیما که از شبکه یک سیما به روی آنتن میره. تقریبا 4 سالی است که این برنامه رو دارم اجرا میکنم. اجرا و فعالیت‌های هنری نیازمند یک ذهن آرام و دلی خوش است که متأسفانه هیچ کدوم از این فکت‌ها در حال حاضر نه در جامعه وجود داره و نه در خود من. مردم کشور عزیزم امروز حال خوبی ندارن، لذا بعد از 20 و اندی سال فعالیت در صدا و سیما در حوزه‌های مختلفی مثل موسیقی، تهیه کنندگی و کارگردانی و اجرا، انصراف خودم رو از همکاری با صدا و سیما اعلام میکنم. هر جای این کره خاکی که باشید و اسم ایرانی روتون باشه، دوستتون دارم و عاشقتونم به امید روزهای نورانی و روشن. در دو روز گذشته این سومین مجری تلویزیونیه که به دلیل سرکوب مرگبار اعتراضات زن زندگی آزادی از ادامه فعالیت در صدا و سیما کنارگیری کرده. قبل از اون داوود عابدی مجری ورزشی شبکه خبر و کیمیا گیلانی مجری شبکه 5 هم در همدلی با مردم اعلام کردند که دیگه با تلویزیون همکاری نمی کنن. داوود عابدی مجری و خبرنگار ورزشی در حمایت از مردم ایران با انتشار پستی اینستاگرامی از صدا و سیما خدافظی کرد. اون در بخشی از متن خدافظیش نوشته: به امید زندگی شایسته و روزهای خوب و شاد بدون خشونت برای زنان و مردان میهن عزیزمان ایران، خدا حافظ. اون همسر المیرا شریفی مقدم، مجری صدا و سیماست. هنگامه قاضیانی بازداشت شد. هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون که در روزهای گذشته از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت کرده بود، ساعتی پیش و با حکم قضایی توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. حالا اگه گفتین جرمش چیه؟ بله، مثل همیشه ارتباط با رسانه‌های معاند و ضد انقلاب. محمد خاکپور، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، در همراهی با خیزش انقلابی ایرانیان و با انتشار عکس جوانان کشته شده در جریان اعتراضات، این کشتار و سرکوب و جنایت خوند. خاکپور در اینستاگرامش نوشته: فرزندان امانت خدا هستند، امانتی که تنها وظیفه ما در قبالش پرورش اونا و در نهایت خیرد و احترام است. به این امانت خیانت و در حق این موهبت جنایت کردین. بنابر تصاویر دریافتی، روز یک شنبه تیراندازی ها در شهر مهاباد همچنان ادامه داره. وضعیت در این شهر از شامگاه شنبه جنگی توصیف شده و تصاویر همچنین نشون دهنده پرواز بالگردهای نظامی بر فراز این شهره. روز یک شنبه 29 آبان، مادر سیاوش محمودی از کشته شدگان خیزش انقلابی در مراسم حمیدرضا روحی که به دست نیروهای امنیتی کشته شد، میگه: اسم هیچ کدوم از شما فراموش نمیشه، تا جون دارم راهتون رو ادامه میدم. اسم سیاوش، اسم حمیدرضا، قربونت برم حمیدرضا، اسم حدیث، اسم نیکا، اسم هیچ کدوم از شماها فراموش نمیشه، تا جون دارم راهتون رو ادامه میدم. پسر گلم، فقط تو خدا خواهش میکنم، از دست اساتید دانشگاه کردستان در اعتراض به سرکوب شدید تظاهرات دانشجویی در روز شنبه 29 آبان و بازداشت دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زده و شعار زن زندگی آزادی رو به 3 زبان کردی، فارسی و انگلیسی سر دادن. Yeah, no, no!
تحسن دانشجویان مبارز دانشگاه کردستان با شعار کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل و ستایش کنیم. شعار آزادی 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 در مترو تهران. تجمع معترضان در عبدالآباد تهران. دانش آموزان در عبدالآباد تهران با بستن خیابون شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن. عبدالآباد 29-8-1401 نوزمتی بعد اینجا عبدالآباد 29 عبدالآباد خیابون بعد مامورا دارن با گاز دارن میزنن مردم. اینم از عمام پرانی در اتوبوسی در مشهد.